استاد پرسیدن که در خصوص جنگ حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام با جن یا اجنه مطلبی روایتی و تاریخ آیا چیزی نقل شده یا خیر؟ بله، مواردی رو در تاریخ داریم که عرض کنم که به پیامبر خبر دادن که گروهی از کفار جن در وادی که حالش نبادش من فراموش کردم کمین کردن که به شما ضرر بزنن و مزاحمت ایجاد بکنن برای شما. بله، پیامبر امیرالمومنین السلام رو با ظاهرا 100 نفر که خود حضرت انتخاب کرد، 100 نفر نیروی زبده رو فرستاد که برن و جن رو سرکوب کنن. حضرت از خونم که به اتفاق این یارانش رفت تا همون بالای وادی، بالای اون دره، به یارانش فرمود شما اینجا باشید، از بالا فقط باشید و من خود حضرت تنها وارد وادی شدن و یاران حضرت دیدن که هرگاه که حضرت تکبیر میگه یک دودی بلند میشه، یعنی به ازای هر بار که حضرت شمشیرشو فرود می آورد تکبیر میگه و دودی بلند میشد. به هر حال این در تاریخ هست و در حتی کتاب های کلامی ما هم اومده، اینجوری به ذهنم میرسه که کشف المراد این موضوع نقل کرده، البته ابن ابوالحدید هم نقل کرده در شرحش. بنابراین از این نمونه ها بازم داریم در تاریخ که حضرت با جن جنگید و آنها رو سرکوب کرد. یعنی یارانش دخالتی نداشتن؟ خود حضرت بالا فقط ایستادن، حضرت فرمود شما این بالا بایستید و اونا ناظر بودن، خود حضرت رفت. و چون که در تاریخ داره اینه که به ازای هر شمشیری که فرود می آمد یه تکبیر حضرت می گفت و دودی رو یارانش مشاهده می کردن. خب معناش اینه که یعنی حضرت با شمشیر اجنه رو از بین می بردن؟ اشکال نداره، امکان پذیر هست. چه اشکال داره؟